تفسیر نادرست آخوند رافضی از آیه قرآن کریم. و اما در آخر آیه شریفه ان الذين سوره بینه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریه. همه مفسرین فرمودن این آیه در حق شیعیان آخوند، هم شیعه علیه، پیغمبر خود انت و شیعتک، اولئک هم خیر البریه. اینا جزاشون چیه؟ سرنوشتشون چیه آقا؟ جزاهم عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، بهشت‌های برین است که نهرهاش جاری، در اون بهشت جاودان هستن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها هستن که خدایشون راضی است و خودشون به خدا خوشنود هستن. بینندگان گرامی، کتاب‌های تفسیر شیعه که مدعیان مطالب آنها از اهل بیت روایت شده است، در برگیرنده تفسیر و تأویل‌های باطنی نادرستی از آیات قرآن کریم می باشد که نه با معانی و مفاهیم و مدلول‌های لغوی همخوانی دارد و نه با سیاق و سباق قرآنی. و جالب اینجاست که این دروغ‌های آشکار را به ائمه اهل بیت رضی الله عنهم به ویژه به جعفر صادق رحمه الله نسبت می‌دهند تا ساده‌لوحان را فریب دهند. این گونه تأویلات در حالی که الحاد و تغییر دادن مفهوم آیات الهی به شمار می رود، یک اهانت پنهان به اهل بیت رضی الله عنهم نیز می باشد. این نوع تأویلات در تفسیرهای معتبرشان همانند تفسیر قمی، تفسیر حیاشی، تفسیر برهان و تفسیر صافی آمده است. شما مشاهده نمودید این آخوند حتی قرآن خواندن را هم بلد نیست، چون وقتی آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه را میخواند کلمه هم را نطق نمیکند. به همچنین وقتی که آیه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها را میخواند کلمه عدن را نطق نمیکند. با این همه آیه را طوری تفسیر می نماید که با قوانین تفسیر صحیح هیچ سازگاری ندارد. ایمان و صفات آن را محدود به امام علی رضی الله عنه و شیعه ایشان می داند. گویی قرآن تنها درباره ایشان نازل شده است و غیر از آنان مسلمان دیگری وجود ندارد. بدون تردید یک مسلمان اندیشمند درک می کند که این تأویل و تفسیر از لغت قرآن و روح اسلام بسیار دور بوده و پشتوانه آن تنها روایت‌های موضوع و ادعاهای واهی و بی اساسی بوده است. چون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لفظ آن عام است و بر عموم مسلمانان دلالت دارد، همچنان که آیه قبلی آن به عموم مشرکین و کفار اهل کتاب دلالت می‌کند. پس تخصیص آن به امام علی رضی الله عنه و شیعهشان احتیاج به دلیل صحیح و صریح دارد که به یقین چنین دلیلی وجود ندارد. اگر در بعضی کتابهای اهل سنت چنین روایتی آمده باشد، علما و دانشمندان ما به جعلی بودن آن حکم نموده اند، چنان که در سند این روایت که میگوید انت و شیعتک، شخصی به نام ابو جارود که کذاب و دروغگو است آن را روایت کرده است و دانشمندان علم حدیث به دروغگویی و جعلکاری او حکم نموده اند. الله متعال در شأن چنین مفسرین می فرماید الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. کسانی که قرآن را تقسیم کردند، یعنی این که به بعضی از آن ایمان می آوردند و نسبت به بعضی دیگر کافر می شدند و آن را به میل خود تفسیر می کردند، پس سوگند به پروردگارت قطعاً در قیامت از همه آنها سؤال خواهیم کرد از آنچه می کردند.